سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم در هفته های اخیر برای لحظاتی توجه همه به مرزهای شمال غربی ایران جلب شد تا جلب بماند همچنان هم خیلی ها ذهنشون درگیر اتفاقاتی هست که در قفقاز داره رخ رو میده و چیزهایی از این دست یک نکته رو همه ما دیدیم تحت این عنوان که پاشینیان رفت برای اینکه از طریق غربی ها بخواد کارهایی رو پیش ببره همه انتقاد کردن به این نوع رفتار همه سرزنشش کردن ولی ترجیح داد که این مسیر رو تا آخرش بره یک سوال یک بار باید بهش فکر بکنیم چرا آن چیزی که میخواست اتفاق نیفتاد آقا غربگره ها دیدن یکی به سمتشون اومده دیگه دستی به سمتشون دراز شده است غربی ها این رو دیدن چرا کمک نکردن دستش چرا نگرفتن یه گزارش میخوایم با هم بخونیم از فارن پالیسی اومده همین رو توضیح داده اگر بخوام خلاصش بکنم ترجمهش میشه این که نه ارمنستان رفیق ما حساب میشه نه آذربایجان تازه در مواردی این باکو هست که در کنار ناتو قرار گرفته چرا ما باید به ارمنستان کمک بکنیم ببین قرب درباره اینها همچین درکی داشته همچین نگاهی داشته در این در رأس یه سیستمی قرار گرفته وانمود میکرده که میخواد از طریق غرب به این سیستم کمک بکنه یعنی راهی که همه میگفتند حماقت است رو ترجیح داده که دوباره تیش بکنه بریم گزارش فارن پالیسی رو با هم بخونیم کمی حیرت زده بشویم برمیگردیم نکات ای دارم عرض خواهم کرد ابتدای گزارش به خروج ساکنان ارمنی قرباغ کوهستانی اشاره میکنه میگه که خیلی ها براشون سواله که چرا اروپا و آمریکا این رو نادیده گرفتن و صرفا به لفاظی های حقوق بشری محدود کردن کارهای خودشون رو بعد میگه خیلی ها میگن رفتار بایدن در قبال آن چیزی که اینجا رخ داد ریاکارانه بود انتظار میرفت کارهای ویژه ای بکنه حالا اینم بماند که اصلا آمریکا در حال حاضر تو این نقطه از دنیا شد داشت کارهای ویژه بکنه یا نه ولی به هر جهت میگه خیلی ها همچین حرفای میزنن میگه وقتی بررسی میکنیم میبینیم برای واشنگتن اتفاقاتی که اطراف روسیه رخ میده بسیار مهمه اتفاقاتی که در سرزمین هایی که بعد از فروپاشی شوروی از روسیه جدا شدن مهمه ولی بعضیش اصلا اهمیتی نداره بعد اومده بررسی کرده مسئله قفقاز رو میگه از سال 2020 جمهوری باکو مناطق تحت محاصره ارامنه رو پس گرفته به آرامی ساکنان باقی مونده رو با محدود کردن عرضه کالاهای اساسی اولیه تحت فشار شدید قرار داده الان هم ادعا میکنه که کل منطقه رو تصرف کرده و ارمنی زبان ها هم ساکن این منطقه مجبور شدن کوچه اجباری بکنن میگه در این میان آمریکا تنها یک ناظر است و با وجود برخی تلاش های دیپلماتیک اقدام مشخص دیگری انجام نمیدهد در حالی که در جنگ کنونی اوکراین حمایت فعالان آمریکا را مشاهده میکنیم دقت کنید این از چه زاویه نگاه میکنه این حتی مثلا با این مسئله که الان ارمنستان دستی به سویشان دراز کرده است از این جهت به مسئله نمیپردازه این میگه ارمنستان باکو و اوکراین همه اینها سرزمین های اطراف روسیه هستند چجوریه که اوکراین برای آمریکا مهمه آمریکا داره براش هزینه میده ولی اینجا حاضر نشد همچین توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشه میگه که اگر عملکرد آمریکا و رفتارش در اروپا، هند و اقیانوسیه رو بررسی بکنیم متوجه میشیم که از نگاه آمریکایی ها افراد به خوب و بد تقسیم میشن. متحدان آمریکا دولت های خودکامه. بدین صورت که واشنگتن از دوستان خود حمایت می کند و در مقابل دشمنان خود می سد. یه نکته خیلی مهم وجود داره اینجا بر اساس درک این کسی که اینجا این گزارش رو نوشته میخوام خدمت شما عرض بکنم که از برای فارن پالیسی نوشته از چهره های هست که با چندین اندیشکده آمریکایی کار کرده و درک نسبتا قابل تعاملی از سیاست خارجی آمریکا داره حالا نکتهش کجا هست میگه اگر شما متحد آمریکا نباشی جزء دوستای آمریکا به حساب نیای حتی اگر در کنارش قرار بگیری تو محکوم هستی به اینکه اون خودشو خرج تو نکنه برای اوکراین یه بودجه میفرسه برای اوکراین یه امکاناتی میفرسه ولی اگر عربستان باشی توی منطقه معروفشی به گاو شیرده آمریکایی ها آرامکو تو بزنن بعد یه سری تاثیر بیاری یه سری قطع برداری بیاری بگی این موشا که مثلا زلزال ایرانه این پهباد ایران پس ایران زده آمریکا خودش رو خرج تو نمیکنه اگر ارمنستان باشی خودت تو رفیق فابریک آمریکا ببینی دست به سمتش دراز بکنی هر چقدر هم مثل پاشینیان رفتار بکنی او اگر تو رو متحد خودش ندونه خودش رو خرج تو نمیکنه حالا میخواد توضیح بده که آمریکا اصلا ارمنستان رو این شکلی نمی بینه. اجازه بدید بریم جلوتر ادامش رو ببینیم شاید یه خورده فضا روشنتر بشه میگه در بعضی جاها آمریکا وضعیتش خیلی روشن افراد رو به خوب و بد تقسیم کرده و ما میتونیم بفهمیم که چطور داره رفتار میکنه بعضی جاها سیاست شندان مشخص نیست باید بریم جلو از اون رفتارش بفهمیم میگه مثلا تو مسئله قفقاز سیاستش مشخص نیست ارمنستان و جمهوری باکو را نه دوست میشمارد و نه دشمن از همین رو منافع آمریکا در تعامل با این دو کشور مشخص نشده و این در حالی است که آمریکا یک جامعه ارمنی مهاجر قابل توجه را داراست این قسمت فوق است میگه که بیایم بررسی بکنیم ببینیم مثلا حقوق بشر و دموکراسی و حرفای این شکلی در این دو تا کشور رعایت میشه یا نه میگه توی باکو رعایت نمیشه این خودکام است اما توی ارمنستان هم داره رعایت میشه ارمنستان جست دموکراتیک تری میخواد به خودش بگیره ببینید من چرا اینها رو دارم میخونم به خاطر اینکه بیش از دو ساله شما به جای اینکه یک نفر رو در رأس ارمنستان ببینی که واقع گرایانه مسئله رو میبینه با فردی روبرو هستی که داره تلاش میکنه به هر شکل ممکن توجه غربی ها رو به خودش و سرزمینش جلب بکنه خروجی بگیره و خروجی هم نمیگیره خروجی هم نمیگیره هر چه قدم زایه تر میشه بعد میره شکست میخوره مردم افسرده تر خشمگین تر تحقیر شده تر میان کف خیابونش باز این درسی نمیگیره ادامش رو ببینیم میگه ارمنستان ممکن است نسبت به باکو کمی دموکراتیک تر باشد اما از دیرباز با روسیه همسو بوده اما در سوی دیگر ماجرا جمهوری باکو با ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو روابط بسیار نزدیکی دارد ببین یعنی این وقتی روایت میکنه اصلا یه جاهای اون رو نزدیکتر میبینه به آمریکایی ها و تفکر غرب و نیازهایی که غرب در منطقه دارد تا ارمنستان بعد یه نگاه بلند مدتی هم داره میگه در نهایت ما از این حمایت بکنیم ممکن است سوره یک نفری آنجا در رأس قدرت قرار بگیرد که او روسگرا باشد با چالش های دیگری رو به وجود بیاره ادامهش رو ببینیم میگه که از طرف دیگه باکو یک ویژگی خیلی مهم داره و اون هم این هست در شرایطی که روسیه با غرب بر سر انرژی خودش و مسئله گاز با چلش های روبرو شده میشه به باکو به عنوان یک منبع کاملا حیاتی برای گاز اروپا نگاه کرد گفته میشود تا سال 2027 جمهوری باکو نزدیک به یک پنجم گاز طبیعی اتحادیه اروپا را تامین می آقا شما تصور کن یکی در یک نقطه از دنیا رقیب تو رو رقیب تو رو سرمایه خودش میدونه از رقیبتم خوشش نمیاد حالش ازش به هم میخوره ولی حس میکنه که این میتونه مشکلاتش رو برطرف بکنه و از طرفی این اگر کنارش قرار بگیره میتونه مثلا یه کوچولو کشور نیازهایی که اینها از روسیه دارندم تا حدودی براشون مثلا در حوزه انرژی یک پنجمشو رو بکنه حالا شما هی داره میری در خونه اینا مشکل از طریق اینا حل بکنی راهکار در همچین شرایطی چیه تو باید در جای از غرب مشکل حل بکنی تو باید در جای دیگری به دنبال راه حل باشی تو باید به شکل دیگری مسئله رو حلش بکنی غربگرایان فهم ناسحیح از غرب همواره بزرگترین چالش برای مردم در منطقه ما بودند ادامهش رو ببینیم در ادامه به این اشاره میکنه میگه در حال حاضر آمریکا تمرکز ویژه خودش رو روی اروپا هند اقیانوسیه خاور میانه و مناطقی از این دست گذاشته چون اینها یا بیشترین ثروت یا بیشترین قدرت یا بیشترین خطر رو در خودشون برای آمریکا دارن میگه در چنین حال دیگه وقتی برای مسئله قفقاز نداری نکتش کجا هست نکتش اینجایی که خیلی صریح و وقیح و تکان دهنده داره میگه میگه از نظر ما بحران در قفقاز اگرچه چه غم انگیزه است ما نگاه میکنیم ناراحت میشیم خیلی از اون چیزی که داره رخ میده ناراحتیم از اینکه پاشینیان هم میاد سراغ ما ما کار خاصی نمیتونیم بکنیم یه دو تا رزمایش میتونیم برگزار بکنیم یه کنسولگری بزنیم کار ما از این ناراحتیم اما اما خطراتی که مشابه آن در مناطق ذکر شده مورد اشاره قرار گرفت مثل منطقه اروپا مثل منطقه هند مثل منطقه اقیانوسیه و خاورمیانه میگه که خطراتی که اینجا هست توی قفقاز برای واشنگتن وجود نداره حالا شما پاشینیان باشی بری اونجا بنزین رو سرت بریزی خودت هم آتیش بزنی بگی به من نگاه بکنید کسی جز این که با تو کلامی هم دردی بکنه کار دیگری نخواهد کرد آقا میدونید چرا من این گزارش رو دارم میخونم به خاطر اینکه دوستان ارمنی ما یک حرفی رو باید بفهمند و اون حرف اینه که تو اگه بخوای برای آینده این بازی این شکلی جلو بری به هیچ جا نمیرسی ها او اصلا دلیلی برای حمایت از تو نداره او اصلا یه جاهایی نگاه میکنه میگه که انرژی مو فردا میتونم یک پنجمش رو از طریق رقیب تو البته حالا بخوایم دقیقتر صحبت بکنیم از طریق دشمن ارمنستان تعمین بکنیم تا زمانی که یک غربگرا با نگاه به غرب بخواد در رأس ارمنستان برای آینده قفقاز برنامه ریزی بکند حقایق میدان تغییری نخواهد کرد بریم ادامش رو بررسی بکنیم از همین رو مواضع کنونی واشنگتن در قبال بحران قرهباغ را با توجه به لفاظی های دولت جو بایدن در خصوص ارزش های حقوق بشری ریاکانه میتوان دانست و اقدامات آن را در مقایسه با دفاعی که ایالات متحده از اوکراین ارائه میدهد غیرقابل مقایسه میتوان دید میگه اینم در نزدیکی روسیه است اونم در نزدیکی روسیه است اونجا داره سنگ تموم میذاره اینجا پشیزی براش ارزش نداره ارامنه ساکن قره باغ منطقه‌ای که از نظر بین المللی به عنوان بخشی از خاک جمهوری باکو شناخته شده اما از زمان اتحاد جماهیر شوروی خارج از کنترل باکو بوده پس از یک عملیات نظامی 24 ساعته توسط ارتش باکو مجبور به اعلام آتش بس شدن. ادامه ماجرا را هم شما بهتر از من در جریانش هستین که چه چیزی اتفاق افتاده باکو نزدیک 700 تا کشته و زخمی داده اینا هم نزدیک 120 هزار نفر رو از منطقه مورد نظر تخلیه و به ارمنستان منتقل کرده ان نمی‌کنم. اگر نکته داشتین در قالب پیام برام بفرستین آن چیزی که در قفقاز رخ داده نیاز به یک تعامل اساسی داره به خاطر اینکه اونهایی که این بحران رو شروع کردن الان اینجایی که قرار گرفتن رو نقطه پایان نمیبینن بر این باور نیستن که آقا تموم شد سرزمین ها به صلاح خودمون بر اساس آن چیزی که گفته میشد این خاک خودشو پس گرفته تمام نه آغازی میدانند برای ادامه این ماجرا پس باید با تحمل بیشتر هر آنچه که رخ داده رو یه دور بررسی کرد نگاه غربی ها رو من امیدوار هستم دوستان ارمنی به شکل ویژه‌ای این رو توضیح بدن به دیگران این رو توضیح بده که نگاه غرب ای این شکلی نگاه غرب به پاشینیان اینه به مسئله ارمنستان اینه اگر سرزمین برای اینها مهم هست اگر آرامش و امنیت برایشان مهم هست باید راهکار را در جای دیگری پیدا بکن اگر نکته بود در قالب پیام برای من بفرستید و اگر موافق باشید یه پیام میخوام برای شما بخونم یک رفیق دهی هشتادی ما یه پیام به ما داده درباره اون ویدیویی که فیلمشو پخش کردیم روس ها اومدن ایران وزیر دفاع روسیه اومده ایران و بازدیدی داشته از تسلیحات ایران خیلی هم توی تصاویر حیرت زده دیده شد و عرض کردم که آمدن به دنبال چیزی آمدن به چیزی نیاز دارن ایشون تو پیامش گفته که من یه نگاهی نسبت به روسیه دارم دوست دارم که شما این نگاه من رو ببینید و نظرتون رو بگید بعد گفته که من نگاه همینه که روس ها قابل اعتماد نیستن و ذات خودشون رو هر کجی که لازم باشه بالاخره به ما نشون میدن بعد در نهایت گفته که من یه دختر هستم ولی به موقعش واسه خاکی کشورم حاضرم جون بدم و چیزی از این دست بسیار ممنونم از فایم شما چون مفصل بود من خلاصش کردم فقط یه چیزی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم و اون هم این هست که هیچ گربه ای در جهان بی پدر و بی مادر سیاست شرق و غرب برای رضای خدا موش نمیگیره بعضی از اینها در مقابل ما تعریف شوند بعضی ها در کنار ما با اونهایی که در کنار ما هستن تعاملاتی داشتیم اتفاقات مثبتی رخ داده تنشایی وجود داشته است چیزهایی هم بوده که منفی بوده با هر کشوری هم در این دنیا بخوایم گفتگو داشته باشیم از افغانستانش که همسایه شرقی ما هست و دوچار هزار یک تنش بگیرید تا برسیم به عراق و دیگران ما فراز و نشیب هایی در ارتباط داشته یا خواهیم داشت خلاصه حرفی که میخوام بزنم اینه اگر دنیا رو از نگاه بنده بخواید ببینید من میگم شامل سه تا بخش میشه یک بخش یاران ما در محور مقاومت هستند صد در صد میتوان به اینها اعتماد کرد صد در صد نه حتی 99 درصد صد در صد میشه به اینها اعتماد کرد یک دسته کسانی هستن که ما امروز باشون گفتگو داریم باید بر اساس منافع ملی با اینها جلو بریم و همواره هوشیار باشیم که آقا ممکن هست اتفاقی رخ بده و سیاست های اینها منافع اینها طور دیگری تغییر بکنه الان منفعتش در اینه که فلان کشور با ایران گفتگو بکنه فردا ممکن هست تغییر بکنه صد درصد صد درصد در صد. چون هر کسی آنجایی که ایستاده رو بر منافع خودش بر اساس منافع خودش در نظر میگیره یکی از مشکلاتی که ما و عزیزان غربگرا داشتیم این بود که میرفتن با آمریکا گفتگو میکردن بعد تو مذاکرات تعجب میکردن که چرا مثلا بایدن یا ترامپ یا مثلا اوباما کمکی به ایران نکرد اون منافع خودش رو در نظر داره اون منافع خودش رو تامین بکنه بقیه هم به همین شکلن بقیه هم به همین شکلن اگر دنیا را این شکلی شناختیم یعنی این دوتا دسته اول رو شناختیم باید بتونیم اون گروه اول رو توسعه بدیم محور مقاومت رو و یارانی از این دست رو توسعه بدیم تلاش هم بکنیم که از گروهی سلاح به دست در کشورهای خودشان به گروهی قدرت به دست و دولت به دست تبدیل بشن جایگاه اجتماعی پیدا بکنن محبوبیت پیدا بکنن در بین مردم دیده بشن و در نهایت به قدرت برسن در اون سرزمین ها کار موثرا بتونن بکنن اینجا برای خودمون از ضل دولت ها ملت های همسو ساختیم درباره گروه دوم هم که گفتیم آقا بخششون ممکن در آینده نگاهشون نسبت به ما مدلشون به ما همه چیزشون تغییر بکنه اگر فهم ما این هست این ضرورت برای ما وجود داره که نگاه دوراندیشانه نسبت به آینده جهان داشته باشیم یه چیزی هم من خدمت شما عرض بکنم در شرایطی که نظم دنیا داره عوض میشه اتفاقات عجیب و غریب و غیر قابل پیش برای هر سرزمین و هر نقطه ای می میتونه اتفاق بیفته هم مثبت هم منفی و اون اتفاق بر شکل گیری عالم پیش رو اثر داره ما اگر اینها رو فهمیدیم اگر دنیا رو در نقطه خاصی میبینیم اگر همه چیز از نظر ما قابل است ضرورت دارد که در اوج قدرت به سمت نظم بعدی پیش برویم میدونید چرا این حرفو دارم میزنم به خاطر اینکه کسی که قدرت داره هم برای یارانش جذاب خواهد بود هم برای آنهایی که منفعت طلبانه نگاه میکنن که کجای داستان باید وایسن جذاب خواهد بود و جذاب خواهد ماند و هم برای دشمنان سپری رو درست کرده که جانب احتیاط رو نسبت بهش رعایت بکنن طول این ترش نمی کنم. امیدوارم این نکته ای آخری که خدمت شما عرض کردم و مبهم هم عرض کردم پیام واضح خودش را داشته باشد خاک پای همه رفقا هستیم الهی که دلتون شاد باشه خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر